بینندگان جانهای عزیز سلام و با درود فراوان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به علی جان شو خوش اومدید. خیلی خوشحالم از اینکه مجدداً با هم همراه هستیم. امیدوارم که با لبخندی گرم سرشار از امید و محبت به استقبال زمستان سرد و سوزان مونتریال میروید. امروز در محیط گرم علی جان شو مهمان و دوستی گرامی رو خواهیم داشت. مردی بلند پرواز، هوانوردی ماهر، قادر و برجسته، عقاب مونتریال، یکی از جوانترین خلبانان ایرانی مقیم مونتریال. خانوم ها و آقا جان های عزیز، کاپیتان آرش صادق. سلام و با درود. سلام آرش جان، حالت چطوره؟ مرسی، خیلی ممنون. حال شما چطوره علی جان؟ خیلی متشکرم. به علی جان شو خوش اومدی. خیلی ممنون که دعوتم کردین. خواهش میکنم. آرش جان، چند سال مونتریال زندگی میکنی؟ من حدود 20 سالی هستش که به مونتریال اقامت کردیم با خانواده. مادرم اینجا هستن، یه برادر دارم و دوتام خواهر که همگی با هم اینجا زندگی میکنیم. چقدر جالب، چون منم حدود 20 ساله که مونتریال زندگی میکنم. فکر کنم تو یه پرواز با هم دیگه اومدیم. احتمال داره. خلبان که نبودی اون موقع؟ نه، اون موقع هنوز به اینجا نرسیده بودم. خب آرش جان بگو اصلا چطور شد که تو حرفه خلبانی وارد شدی؟ من به قول معروف از بچگی خیلی علاقه داشتم به خلبانی. خونه مادرم بودم یه چند وقت پیش و چند تا عکسای از بچگی رو پیدا کردم که توی یکی از عکس دیدم من و داداشم با هم لباس خلبانی پوشیدیم و داریم درود میدیم به توی عکس. البته من خلبان شدم، برادرم نشد. خب اون وکیل شد که شاید هم بهتر باشه. خب خلبان و وکیل، یه روزی شاید به دردت خورد. یه روزی شاید به دردم بخوره. بله. بسیار خب. آرش جان، وقتی اون بالا هزاران فیت بالای زمین هستی چه احساسی داری؟ احساس آرامش بعضی وقتا بهم دست میده. بعضی وقتا مخصوصا وقتی که طلوع خورشید رو میبینم خیلی احساس رویایی داره، با رنگ‌های مختلفی که میبینی و اون به من احساس آرامش و رویایی. و چقدر جالب. مرسی. ببینم اون بالا تالا شده بشقاب پرنده ای چیزی ببینی یا نه؟ بالاخره وقتی تو هواپیما هستی دکمه مکمه زیاده، کارت زیاده، حواستو باید جمع کنی دیگه. یه چیزایی میبینم این ور اونور، مثلا یه پرشوت از این ور میفته، یه هواپیما از اون ور داره میره. UFO شاید دیده باشم ولی نمیدونم، هنوز به کسی ریپورت نکردم. درباره دگمه گفتی، میدونم که توی کابین خلبان تعداد زیادی دگمه وجود داره. چرا انقدر دگمه داره؟ بالاخره سیستم‌های مختلفی داریم توی هواپیما. سیستم الکتریکال داریم، دگمه‌هایی هستن که برای سیستم‌های الکتریک هستن. سیستم هیدرولیک داریم، خیلی دگمه‌ها برای اون سیستم هستن. سیستم کامیونیکیشن، می‌خوایم حرف بزنیم با این اون یکی هواپیماها یا با تاور، یا حتی میتونیم تکست بکنیم توی هواپیما. یا یه سیستمی هستم که برای اتوپایلوت که قسمت‌های مختلف داره. یعنی در حال پرواز چت هم می‌کنیم؟ در حال پرواز میتونیم چت بکنیم. خب. این روزا حواست ولی جمعه دیگه. حواست جمعه، تکستینگ میتونیم بکنیم توی هواپیما. ببینم دگمه قرمزی هم وجود داره تو کابین خلبان که روش نوشته لطفاً فشار ندهید. بله، یکی دو تا دگمه قرمز هست که من خواهش می‌کنم دست نزنید تو این وقتی تو هواپیما هستین، چون اتفاقی خوبی نمی‌افته وقتی به این دگمه‌ها دست می‌زنید. بسیار خوب، من مطمئنم که این کارو نخواهم کرد. خیلی ممنون علی. خب حالا چه هواپیمایی رو معمولاً باشون پرواز می‌کنی؟ من هواپیمای هست مثل سسنا و پایپر که من با اینا تو این هواپیما درس میدم چجوری میتونیم پرواز بکنیم باهاشون. و چون سی ای من 10 سالی هستش که توی کمپانی سی ای کار میکنم که اونجا خلبانا رو ما بهشون آموزش میدیم که توی جتای کامرشال کار بکنن و حتی قسمت میلیتری، که البته من چون ایرانی هستم سکیوریتی بهم ندادن که توی قسمت میلیتری و جنگندگی کار بکنم، ولی هواپیماهای مسافربری کامرشال از ایرباس، سی آر جی، بوئینگ همشو بلدم رانندگی بکنم. من چند نفری میشناسم، اگه خواستی میتونم تلفن بزنم همه چی بهت میدن. دستون در نکن علی جان. خب درباره دانشکده خلبانی خوره برامون توضیح بده. چند سال طول کشید که خلبان بشی و چه مراحلی رو طی کردی؟ من از اکول پلی تکنیک شروع کردم سال 2000
2004 شروع کردم مهندسی هوا فضا خوندم اونجا و بعد از چند سال بعدم در این حال هواپیما پایلوتینگ رو یاد گرفتم. دیگه خلبانی هم حدود 4-5 سال طول کشید که اینا رو جمع بزنی، حدود 10 سالی شاید بشه. 10 سال؟ من فکر کنم برادرت پس اونم 10 سال طول کشید که وکیل بشه. نه؟ ممکنه. ممکنه. بسیار خوب. برای کسایی که علاقه دارن خلبان بشن چه پیشنهادی داری؟ چی میتونی بهشون بگی؟ بهترین پیشنهادی که دارم برشون اینه که بیان یه بار اینو توی هواپیما من میتونم ببرمشون، یه بار با هم بریم و اینو ترای کنن. اینو هیچ چیزی تا وقتی که اونو خودشون ندیدن نمیتونن بفهمن دوست دارن یا نه. یه بار میرن میشینن قسمت خلبان و میتونن ببینن که یاد دوست دارن یا ندارن. البته اگه ببینن که تو داری تکست میدی و چت میکنی یه دفعه شاید ممکنه بترسن، ولی پرشوتی چیزی به خودشون پرشوتی نیام براشون میاریم. بسیار خب. آرشان، سخت ترین فرودگاهی که تا حالا توش فرود اومدی کجا بوده؟ من توی فینکس شهری از اریزونا بودم که خیلی نزدیک به گراند کانیونه که خیلی کوههای بزرگی داره و کوههای بزرگ و درههای خیلی بزرگی هم داره و این پیستی که ما باید میرفتیم برای اولین بار، من باید اونجا میشستم، باید میرفتی بین دو تا کوه، هواپیما رو سریع میآوردی پایین و میچرخیدی بدون اینکه ببینی پیست کجاست که بری بشینی. و کوپایلتی که باش بودم به من گفت به این میگن فرود چرخشی و خیلی خیلی برای اینکه بین بالامون و کوها فاصله زیادی نبود و خیلی باید سریع میمدیم پایین، این یکی از سخت اینجا بود که من باید میشستم. میتونید 3-4 تا گلم بچینی از این ور اون ور در حال فرود؟ اینم میشد. البته ما متمرکز بودیم برای فرود. برای فرود. بسیار. چت نمیکردیم. چت نمیکردیم. دیگه اون قسمت ها چت رو میذاری کنار. حالا تو این سالهایی که تو خلبان بودی آیا شده موقعیتی که موقعیت اضطراری برات پیش بیاد؟ یه بار چرخ جلوی هواپیما پایین نمیومد. رفته بودیم یه فرودگاه دیگه و داشتیم موقع برگشتن چرخو میاری بالا و وقتی میخواستیم بریم بشینیم توی مونترال، میخواستیم سنت توبت بشینیم، چرخ پایین نمیومد. من چکلیست استراریمو برداشتم، یکی از استراریایی که باید تا یه حدی بدونی و شروع کردم هواپیما رو بالا پایین کردن، چپ و راست کردن، باز پایین نیومد. مرحله بعدی این بود که میگفتن برو روی پیست هواپیما، چون دوتا چرخ پایین اومده بود محکم بکوب به زمین تا ببینیم جلو میاد. رفتیم محکم کوبندیم و چرخ اومد پایین، بعد رفتیم بالا برگشتیم دوباره لند کردیم. البته برای همه این مراحل اتفاقای اضطراری ما چکلیست داریم که اونا رو نگاه میکنیم، خیلیش باید از حس بدونیم، مثلا که یه وقت موتور خاموش میشه یا موتور آتیش میگیره یا مثلا در پشت آتیشی هست، اینا رو باید از حفظ بدونی. ولی آتیش شد میتونی کباب درست کنی. به مسافرا بدی کباب. بله البته اگه تا وقتی که این آتیش اون پشت میمونه من توی کابین باشم مشکلی نیست. فکر کنم برادر تو احتیاج خواهی داشت اون موقع. شاید. احتمال داره. تا حالا برات موقعیت خنده‌داری هم پیش اومده در حال پرواز؟ من یکی از این اکسرسایزایی که باید بکنیم برای اینکه خلبان بشی، برای کامرشال خلبان بشی، اینه که هواپیما رو به سمت زمین اشارهش میدی و مجبورش میکنی بچرخه و اینجوری که این کار میکنی اینه که خیلی هواپیما رو میبری بالا، انقدر میبریش بالا که هواپیما دیگه نمیتونه بالا بره و خودش میفته و همون موقع که میفته مجبور میکنی بچرخونی و این خیلی همه دل روده آدم بالا و پایین میشه یه وقت. اولین باری که من داشتم اینو یاد میگرفتم دستم رو گذاشتم روی پای معلمم و حدود فکر کنم یه 5-10 دقیقه دستم رو نگه داشتم رو پاش. بعد از که البته خب خیلی اکسرسایز سخته چون داری میری پایین و فقط زمین رو میبینی و داره هواپیما میچرخه
بعد وقتی که نشستیم گفتم ببخشید من دستم رو پاتون بود، من معمولا از این کارا نمی کنم. خب بسیار جالب، من خیلی واقعا مشتاقم که بیام با تو پرواز کنم. از بینندگان عزیزی که دوست دارم با تو پرواز کنن چجوری میتونن با تماس بگیرن؟ میتونین، من ایمیل سر کارم هست، یک ایمیل به من بزنین و من خوشحال میشم که ببرمتون برای یک پرواز. درست. یا معلمتون بشم برای اینکه یاد بگیرین پرواز بکنین. به احتمال زیاد ایمیلو اینجا یا اینجا الان دارن بینندگان میبینن. بله حتما. بعد هزینه‌اش چقدر آرشون؟ هزینه‌اش برای یه پرواز رو اگه میخوام مثلا بیان یه روز فقط امتحان بکنن حدود $200 میشه، ولی میخوان اگه بیان میخوان یاد بگیرن که خلبان بشن به طور شخصی $8,000 تا $10,000 و حدود یک سالی طول میکشه. که بسیار عالی. من یه مهمان داشتم در شوی قبلی و $1 $10,000 کرد و بحبه. میتونم بیام خلبان بشم. چه جالب. آرش جان خیلی متشکرم، لطف کردی که با ما بودی. خیلی ممنون از دعوت، امید خوبی و خوشی برات دارم. مرسی، خیلی ممنون. بینندگان عزیز، با سپاس فراوان از اینکه با ما همراه بودید. تا شوی آینده علی جان، لبخند فراموش نشه.